اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. شاید بعضی از شما بزرگواران به این نکته بنده ایراد بگیرید که خیلی دعا میکنی در برنامه. حقیقتا اصل و اصول ما درخواست از خداست. از خدا باید بخواهیم تا خدا عنایت کنه و لطف بکنه. مخصوصا مهمترین چیزی که روی زندگی هامون، روی وجود خودمون اثر میگذاره، تعجیل در فرج مولامون آقا امام زمانه. و نفرین و لعنت بر اونهایی که آقا امام زمان رو دارن اذیت میکنن، پدر بزرگوارش رو اذیت کردن، اجداد طاهرینش رو اذیت کردن، و این لعن ما پیروی از خدای تبارک و تعالی است. آیه های قرآن رو ملاحظه بفرمایید. در خود آیه های قرآن خدای تبارک و تعالی افرادی که پیامبر اکرم رو اذیت کردن، خدا فرموده من لعن میکنم و اون افرادی که ایمان دارن اونها هم لعن میکنن. این از این مورد. و اما وقت اون رسیده که صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم، با این تفاوت که انشاءالله بنده رو به حرم به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم و شمای بزرگوار در هر کجای این کره خاکی که هستید انشاءالله در حد مقدوراتتون سرپا باشید، رو به قبله و رو به ذریح مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه قرار بگیرید، با همدیگه خدمت اربابمون، آقای خوبی ها، آقایی که از همه چیز خودش گذشت تا به ما راه آزادگی رو یاد بده، تا به ما راه بندگی کردن در خانه خدا رو یاد بده، تا به ما نوع درخواست کردن از خدا رو یاد بده. و خدای تبارک و تعالی هم ضمانت کرده هر اون کسی که جا پای جای این بزرگوار بگذاره، پیرو باشه، قطعا و قطعا او رو کامروا میکنه، او رو رستگار میکنه. پس شناختیم شخصیت آقا امام حسین علیه السلام رو. پس انشاءالله با تمام وجود خدمت اربابمون عرض سلام داشته باشیم و با تمام وجود ازشون بخواهیم واسطه بشن در خانه خدا، هر زودتر فرج فرزند بزرگوارشون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ما سهل و آسون و تعجیل بشه. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك خصوصا المحسن الشهيد، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين،
السلام عليك وعلى أمك أم البنين وإخوانك وأخواتك، السلام عليك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا. نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره. نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزن حسین، آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین، جلو ذریعه با صفات بیام روم و زمین نزن حسین. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم. زیارتاتون قبول باشه بزرگواران. امیدوارم که هرچه زودتر سلامهای کلان از طریق تصاویر خدمت آقا سید الشهدا برادر بزرگوارشون آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام دادید، خودتون مشرف بشید کربلا. و همانند شیعیان مولا که میبینیم ما در حرم ها در صحن ها شب ها تا پاسی از شب گذشته تا بیش از نیمه شب، عزاداران و عاشقان مولا از جای جای این کره خاکی که اومدن میشینن عزاداری میکنن، ندبه میکنن، مرسی خانی میکنن برای مصائب آقا سید و شهدا، بی بی فاطمه زهرا، بی بی ام البنین، همه و همه اینها میشینن و عزاداری میکنن و از آقا فرج مولاشون رو میخوان. دور زریح به اون اندازه‌ای که میتونن قدم بردارن تحت قبه نورانی برای فرج مولا دعا میکنن. انشاءالله نصیب و قسمت شما هم بشه. شماره تماس برنامه باز شده 2-0964-771-6167-100 در اختیار شماست که انشاءالله گوشی هاتون رو بردارید شماره گیری بکنید. خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. باز هم تشکر میکنم مثل همیشه بابت پیام های گرم شما بزرگواران، تشکرم بابت این هم باشه که ما را امین خودتون میدونید، به ما التماس دعا میگینید، میفرمایید از خدا بخواهید که توفیق داشته باشیم بهترین ها رو در حق آقا سید و شهدا و شما موالیان بتونیم در شهر مقدس کربلا انجام بدیم.
اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. به کربلا خوش اومدید. ممنونم، متشکر از احوال پرسیتون. بفرمایید زائر آقا سید الشهدا باشید. قبول باشه آجی آقا التماس دعا مریضا گرفتار دارا، خدا شما را توفیق بده که سلام ما را به آقای امام حسین ابوالفضل عباس برسانید ان شاء الله. حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا فاطمه و سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا ابا لمایجا قمر مای بنی آشن، صل الله علیک یا ابا عبدالله، صل الله علیک یا ابا عبدالله، صل الله علیک یا مولای ابا عبدالله، صل الله علیک یا لت یلد بفنایک علیکم منی جمی سلام الله ابدا ما بقی تا بقی لیل و نهار فلا جلا و آخره دینی من زیارتکم. السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین علی اولاد الحسین علی اصحاب الحسین الله عباس الحسین الله زینب الحسین. السلام علیک یا قمر ماهی بنی آشم یا ابوالفضل عباس. السلام علیک یا بی بی زینب جان. السلام علیک یا بی بی رقیه. السلام علیک آقای امام زمان خدایا بقی مادر امام حسین فاطمه زهرا فرج آقای امام زمان ما را زورش سلامتیش نزدیک و نزدیکتر بسازی. آی گناهکار ما رو به جمال آقای امام زمان ما روشن کنی. زیارت کربلای حسین ابوالفضل عباس علی مرتضی را نصیب ما گناهکاران بگردانی. خدایا ثوابش بر مای و اموات مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات بر مای اموات ما، پدر و مادر و شوهر و برادرانم، جمی مردای آل مؤمنین. خدایا شرمنده و رسیا نکنی، جوانا را به پناه و عصمت خود نگاه کنی. یا علی اشیا و غیر از در و دروازه خدا دروازه تو دگر روی نداره. یا حسین اشیایی که به افغانستان به کوه دشت و بیابان الهی آمین تو به سر وقتشان برسی آقا، تو کمکشان کنی آقا که غیر دروازه تو دگر دروازه نداریم آقا جان. انشاءالله حاجت روا باشید خواهر بزرگوارم. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. انشاءالله روزی باشه که روز نجات کلیه مظلومین دنیا از دست ظالمان دنیا. الهی آمین. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت آقای میر خلف‌زاده و همکاران محترم تو شبکه خوبتون. خسته نباشین. ممنون، متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا سید الشهدا باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا صاحب الزمان یا خلیفت الرحمن، السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام و رحمت الله، السلام علیکه یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام و رحمت الله، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. اللهم اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حاجت حاجت مندان را روا کنه. قسمتی رفته الهی آمین. یا الله یا الله فرج آقا مهم زمانمون برسه. خدا الهی آمین. یا علی مدد. خدا نگهدارتون. خدا فرج آقا امام زمانمون رو برسونه. خدا نصیب و قسمت همه عاشقا آمده و نیامده به کربلا رو براشون فراهم بکنه، بتونن مشرف بشن. الهی تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای مرخلف. خیلی ممنون لطف داره التماسی دو هزمه که شما دارم. یک دنیا ممنون. خواهش میکنم.
طیب و سالم باشین همه که شما و همچنین به کربلا خوش اومدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیک یا مولای ابا عبد الله، صلی الله علیک یا مولای ابا عبد الله، صلی الله علیک یا مولای ابا عبد الله، استعین علی علی و علی اولاد السلام علیکم یا فاطمه یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبد الله، السلام علیکم جميعا ورحمه الله وبركاته، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا امین المؤمنین، السلام علیکم یا قمر بنی هاشم، السلام علیکم وفق الافراد بینه، السلام علیکم عزیزه الحسین رقیه، السلام علیکم جميعا ورحمه الله وبركاته، السلام علیکم یا امام الزمان یا مهدی زهرا قربان در و خدای ظهور مهدی مار برسان، خدای ظهور مولای مار برسان. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك اللهم الفرج، عجل اللهم وليك عجل وليك الفرج، التماس قبول باشه ان شاء الله، زيارتتون قبول باشه ان شاء الله، كان ان شاء الله صحيح وسالم باشه، خدا يغرفتك و همچنین ممنون از دعای خیرتون، ان شاء الله حاجت روا باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. حقیقتا دعایی که فرد در حق دیگران میکنه خیلی گواراست، خیلی به جسم و بدن انسان میچسبه، چون میدونه درش خیر هست، هم برای خودش خیر میخواهد هم برای دیگران. انشاءالله همگی از اون افرادی باشیم که همینطور که برای خودمون دلمون جوش میزنه، برای دیگران هم دلمون جوش بزنه، و حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که باری که از خودمون به دوششون نمیندازیم، بار هم از رودشون برداریم. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام جناب آقای میخربابی بزرگ با و خدا مینه محترم شبکه امام حسین علیه السلام. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونیم، خدا انشاءالله به شما سلامتی بده. سلامت. به کربلا خوش اومدید. به نیابت از تمام مسلمین جهان و رفع گرفتاریشون سلام میدن به آقا ابو عبدالله حسین و آقا ابوالفضل عباس قمر باشه. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله اهل فیه زیارت بکام، السلام علی الحسین و علی اولاد حسین بالا اصحاب حسین بالا اخت حسین زینب الکبرا، اللهم اشف کل مرضانا، اللهم عجل لولیک الفرج، خدا نگهدار. اللهم عجل لولیک الفرج. ان شاء الله همه بیماران ان شاء الله به برکت آقا سید و شهدا، فرزندان بزرگوارشون، مخصوصا شاهزاده علی اکبر، آقای امام حسین قربونشون برم، خیلی به نام علی حساس بودن، خیلی دوست داشتن این نام رو. هر آنچه خدا فرزند ذکور به بزرگوار عنایت کرد، نام علی بر او نهادن، حالا علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط و همین مثال ها. به شما عرض بکنم آقا علی اکبر در خانه خدا و آقا سید و شهدا خیلی آبرو دارن. حوائجتون رو از این باب الحوائج الالله دریافت بکنید، مطمئن باشید فقط کافیه اعتقاد قلبی و ایمان داشته باشید که خدای تبارک و تعالی وقتی که صلاح در این باشه که شما حاجت روا باشید، حتما به هدف و مقصودتون میرسید. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای میرسید. به کربلا خوش اومدید خواهر بزرگوارم. انشاءالله که حاجت روا باشید. بفرمایید ظاهر آقا سید و شهدا باشید. خیلی داریم از شما، ما یه خانواده میخواییم همه به ارواح سلام بدیم. یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا قمر بنی هاشم،
آقای میرخلف زاده خیلی ارتمانس دعا داریم، ما بیمار داریم تو منزل، برای بیمار مد نظر خیلی دعا کنیم. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابوذر، السلام علیک یا قمر بنی هاشم، ان شاء الله شفای مادرم رو بکنیم از قبل. سلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابوذر، السلام علیک یا آقای میرخلف زاده خیلی سپاسگزاریم از شما، برای بیمار قبول باشه، قبول حق ایشان ان شاء الله انجام وظیفه میکنیم به حق آقا علی اکبر شاهزاده آقا سید الشهدا، ان شاء الله همگی حاجت روا باشید. تمام بیماران چه اونهایی که در بیمارستان ها و در منازل هستن، همه و همه ان شاء الله لباس عافیت بپوشونن و گرمی شادی به خانواده هاشون ان شاء الله برگرده و همگی کامروا باشن. ممنونیم از تماستون. ممنونم التماستون. یا علی مدد، خدا نگهدار. کارگردان چقدر فرصت داریم؟ بله، لحظات پایانی برنامه هست، اگر اجازه بدید. بله، تماس آخر رو هم لطف بکنید. سلام علیکم. آقای میرخلف زاده به کربلا خوش اومدید خواهرم. در حد یک دقیقه بفرمایید. ظاهر آقا سید و شهدا باشید. السلام علیکم مولا یا ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمه الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى ال ابن الحسين وعلى اولاد الحسين عليه السلام، السلام عليكم بركاته، السلام عليكم ابو الفضل عباس ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا سقاي عطشان كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عزت زينب قهرمان كربلاء، السلام عليك ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد الوسيم، السلام عليك ابن السيدات النساء العالمين، السلام عليكم بجميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، اللهم ارزقني شفاء الحسين وادخل عندك مرحبا الذين بذلوا اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه ان شاء الله زیارتتون خواهر بزرگوارم، ان شاء الله همطور که دعا فرمودید خدای تبارک و تعالی در دنیا زیارتشون و در آخرت شفاعتشون رو شامل حال همگی بکنه ان شاء الله. یا ابا عبدالله لطفی بکنید همه عاشقانتون بتونن مشرف بشن و از نزدیک زائر شما باشن. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم امروز هم این مورد رو و این توفیق رو داشتیم که تا این لحظه رو در خدمت شما باشیم. انشاءالله زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی مدد. آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان. آقا اسممو بنویس بنویس حزن وایا کربلا الغایا للحزن وایا